بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه نصر تیوی. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. قراره انشالله در این جلسات ما گزاری داشته باشیم بر تاریخ شکلگیری صهیونیسم. امروز همه ما میدونیم که یک عقیده باطلی بر دنیا حاکم شده، بر بانکداری دنیا، بر رسانه دنیا، و از اونها با عنوان صهیونیست ها ما یاد میکنیم. از یک طرف یک نگاه صرف مادی رو داریم میبینیم و از طرف دیگه یک نگاه کاملا عقیدتی رو میبینیم و این شاید یک پارادوکس رو در ذهن برخی از شما عزیزان به وجود بیاره که مگر میشه از یک طرف نگاه دینی در یک کنار نگاه مادیگرایی و ماتریالیستی قرار بگیره. اگر ما قائل بر این هستیم که دنیا رو یه عده سرمایه‌دار دارن میگردونن و با برنامه‌ریزی‌هایی که میکنن در بیلدربرگ جلسات میگذارن، خدمت شما عرض بکنم تصمیم میگیرن که انتقال سرمایه بدن، همون اتفاقی که امروز افتاده، اینها تصمیم گرفتن سرمایه رو از غرب منتقل کنن به چین و مردم اروپا در و مردم امریکا له خواهند شد زیر این تصمیم و اصلا مهم نیست برای اونها، کسانی که از کار بیکار میشن، مالیات هایی که مردم دارن میدن، از پول مالیات های مردم اینها اینقدر خدمت شما عرض بکنم گردن کلوف شدن. اگر این نگاه نگاه مادیه، پس نگاه آیا معنوی هم وجود داره، نگاه متافیزیکی و نگاه دینی به این مقوله؟ ما نگاه میکنیم میبینیم بله، اینها نگاه دینی هم دارن. از طرف دیگه میدونیم امکان نداره که بین دوتا ایده همیشه تفاهم زمان بلند مدت به وجود بیاد، اما میبینیم که اینها ظاهراً با هم تفاهم دارن، هیچ مشکلی ندارن. نکته که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که اینها با هم مشکل دارن، منتها شما خبر ندارید. یعنی اینها چون رسانه در دستشون هست، مشکلات خودشون رو اصلاً خبرش رو پخش نمی کنن. هر از چندگاهی به ندرت برخی از رسانه های بیطرف یا در اثر گاف های رسانه‌ای یه سری اختلافات پخش میشه، مثل خدمت شما عرض بکنم ماجرای روشن ماندن میکروفون سارکوزی و اوباما که داشتن علیه اسرائیل صحبت میکردن، که همونجا هم سریع به تمام خبرنگارها گفتن به هیچ وجه حق ندارید، صوت این جلسه نباید بیرون بره، و یه خبرنگار اون خبر کتبیش رو در سایتی زد. همین، یعنی یک زندان آهنین درست کردن برای تفکر مردم. شما تو این دنیا آزادید که به هر چی دلتون بخواد توهین بکنید، میخواید همه چی رو زیر سوال ببرید، کسی شما رو بازخواست نخواهد کرد، بگید خدای وجود نداره، پیامبران الهی رو مسخره کنید، در شبکه اسرائیل میمونی رو به صلیب بکشن، یک خانم بیسته در مقابلش با خطکش بزنه به این میمون بگه ای جیسوس کرایست، ای عیسی مسیح، هیچ ارادی نداره. یا یک کلیپی از حضرت مسیح ساخته بشه که با لباس زیر و برهنه تو خیابون در حال رقص و شبیه به یک دیوانه او رو دارن تشبیه میکنن، یا در مورد پیامبر اسلام بیان کاریکاتورهایی رو بکشن. آزادید، شما آزادید، هر کار دلتون بخواد میکنید، اما به هیچ وجه شما آزادی ندارید که در مورد صهیونیستا شک بکنید. شما حتی حق ندارید در مورد هولوکاست فکر بکنید، به هیچ وجه حق ندارید، چون حوزه ممنوعه اونهاست. اگر بخواید فکر کنید، بلایی که سر روژ گارودی آمد سر شما هم میاد، بلایی که سر رابرت فاریسون استاد دانشگاه لیون و سوربن که اخراجش کردن و اثبات کرد که اصلا دروغه، در اتاقهای گاز امکان نداره همچین اتفاقی به لحاظ علمی بیفته. صحبت علمه، امروز دنیای علمه، اما متاسفانه این یک دروغه. شما حق ندارید در مورد اینها صحبت بکنید. ما برعکس میخوایم توی این برنامه و در این سلسله برنامه هایی که هست شما رو در مورد این مسائل آشنا بکنیم. تمام بحثم بر مبنای مدارک و منابع دینیه. اگر عقیدتی دارن نگاه میکنن و یا اگر غیر عقیدتی نگاه میکنن، از اخبار دنیا و هر آنچه که در دستمون هست بر مبنای کتب خودشونه. یعنی سعی میکنیم از کتابهای دینی یهود، مسیحیت و اسلام و بقیه تحلیلهای دیگر استراتژیستهای کشور دنیا که دارن در این زمینه تحقیق میکنن استفاده بکنیم. قرآن وقتی داره در مورد بنی اسرائیل و انقلاب حضرت موسی صحبت میکنه، انقلاب موسی علیه فرعون، خیلی نکته عجیب و جالبی وجود داره. توی این انقلاب خداوند متعال برای موسی
دو تا خطر رو گوش زد میکنه و اون دو تا خطر دقیقاً همونی که امروز ما در دنیا درگیرشیم. خطر اول وجود فردی است به نام قارون. قارون از قوم موسی است، نسبت فامیلی با موسی داره. کسایی که کتاب مقدس رو خوندن مستحضر هستن بنده چه عرض میکنم. و دیگری فردی است به نام سامری که شخص سامری در قرآن ذکر شده اما در کتاب مقدس حذف شده، شاید همان زمری باشه که فردی بوده که کشته شده اما در قرآن ذکرش آمده. قارون فردی است خدمت شما عرض بکنم ثروتمند که با جمع‌آوری ثروت و به وجود آوردن لابی‌های سرمایه‌داری در مقابل حضرت موسی می ایسته. در قرآن خیلی جالب این نکته اشاره شده، اولین باری که اسم قرآن اسم هارون از میخوام اسم سا قارون رو میاره، میگه که و قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود. اما در ادامه سه آیه بعد، یعنی جای دیگری که در قرآن آخرین باری که نام قارون اومده، میگه و فرعون و هامان و قارون قال و هذا ساحر کذاب. یعنی فرعون و هامان و قارون رفتن تو یک جبهه، یعنی قارون از جبهه حضرت موسی اومده این طرف و داره به موسی که خودش معتقد و پیامبر بوده میگه او یک ساحر دروغگوست، یک جادوگره. خب این قرآن خیلی زیبا بحث سرمایه سالاری که در یهودیت قرار بوده به وجود بیاد رو خطرش گوشزد میکنه به حضرت موسی. خطر دیگه وجود سامریه. سامری فردی است که فتنه دینی به وجود میاره. سامری یک تحریفگره. سامری کسیه که نقاط ضعف ایدئولوژیک مردم رو میشناسه. قرآن این رو هم خیلی خوب تشریح کرده. ما تو این سلسله جلسات این مباحث رو باز خواهیم کرد. جلسه اولی که من در خدمت شما هستم یک مانیفسته، یک فهرسته که شما راحت‌تر بتونید با این بحث آشنا بشید. در مقابل موسی علیه السلام فرعون رو داریم. فرعون هم یک گزاره‌های قدرت داره. اول فردیست به اسم هامان که در قرآن اسمش اومده. این هامان هم وزیر نظامی است و ظاهرا وزیر کشور هم هست. خیلی کارا رو انجام میده. خیلی از قتل عام‌ها توسط او انجام میشه. نکته دیگر یک سری ساحران هستند که اطراف هامان هستند، اطراف عزم خان فرعون هستند و اینها ایده مشروعیت میارن برای فرعون که مردم فرعون رو خدا بدونن. در کنار اونها قرآن واژه دیگه نام میبره به اسم ملع. ملع بزرگان قوم هستن که مقبولیت میارن. اگر ما معتقدیم که صهیونیسم جهانی اون دشمن بزرگه، باید این گزاره ها رو هم توش پیدا بکنیم. یعنی یک سیستم نظامی پیدا کنیم که قتل عام بکنه، هر جا اینا میخوان برن بگیرن بدون کار انجام بده. پیدا بکنیم افرادی رو که ایدئولوژی بسازن و مردم رو سحر بکنن، نه سحر با وسایل جادوگری قدیمی بلکه با وسایل جدید. خدمت شما عرض بکنم که شما رو سحر بکنن و شما بپذیرید که او بر حقه و یک جایی هم که بر رفتارهای اینها مقبولیت به وجود بیاره. اگر قرار اینها حمله بکنن به یک جایی، یک بزرگانی باشن توی جلسه تصمیم بگیرن، بگن این حمله مقبولیت اجتماعی داره پس هیچ ایرادی نداره، پس این خدمت شما عرض بکنم میشه این حمله رو صورت داد. ما تو این جلسات اینها رو باز خواهیم کرد و خدمت شما عرض بکنم قرار بر اینه که از یک کلمه خیلی مقدس صحبت بکنیم که در تورات، انجیل و قرآن صحبت شده در موردش. یک وعده الهی است که گفته شده خداوند با یک قومی عهد می‌بنده که چه بکنه، که یکتاپرستی رو بر جهان اشاعه بده. سوای این که حالا ما چه نگاه دینی به این مسئله داریم یا نداریم اون به کنار، اما بحثی که الان بنده دارم در مورد این مسئله این هستش که ما این جریان رو بشناسیم. یعنی اگر اولین بار در کتاب مقدس، در تورات، در سفر پیدایش گفته میشه که این عهد با نوح بسته شد و پس از او با ابراهیم بسته شد و پس از او با اسحاق بسته شد، بعد از او با موسی دو مرتبه عهد بسته شد و بعد از آن بنی اسرائیل آنطور که در کتاب ارمیای نبی آمده عهد رو شکستند، و آیا عیسوی ها و مسیحیان میتونستن افرادی باشن که این عهد الهی رو نگه داشته باشن و اون قوم برگزیده بشن؟ آیا اونها عهد رو شکستن یا نه؟ اگر اونها عهد رو شکستن، آیا این عهد بر مسلمانان واگذار شده؟ یعنی مسلمانان عهد الهی رو دارن ادامه میدن؟ آیا مسلمان ها عهد رو شکستن یا خیر؟
و امروز تو دنیای کنونی الان شما میبینید که تمام اتفاقاتی که در دنیا داره میفته یک نگاه آخرالزمانی بهش وجود داره و این بحث همین عهده. چطور؟ امروز شما میبینید که یهودیان در اسرائیل جمع شدن با یک نگاه دینی وجود داره که ما باید هممون اینجا جمع بشیم تا ماشیح بن دیوید ظهور کنه. مسیحیای ایونجلیست که جمعیت زیادی رو در امریکا تشکیل میدن، نزدیک به 70 میلیون نفر رو و نزدیک به 20 تا 25 میلیون رأی دارن، رأی مؤثری هم دارن برای تعیین رئیس جمهور امریکا. خدمت شما عرض بکنم اینها هم میگن یهودی‌ها همشون باید به اسرائیل برن و در آنجا جمع بشن تا اون اتفاق آخرالزمانی بیفته و مسیح ظهور بکنه. نکته جالبی که وجود داره اینه که هم یهودی‌ها میگن اینها باید بیان به اسرائیل، هم مسیحی‌ها دارن میان میگن این اتفاق باید بیفته. اما این نگاه ایونجلیست هاست، نگاهی که بعد از انقلاب مارتین لوتر به وجود آمده و جامعه رو به این سمت برده که اینها به این نتیجه برسن. نکته عجیبیه، مسیحی‌های ایونجلیست معتقدن یهودیان باید در آنجا جمع بشن، 3/4 کشته بشن، 1/4 باقی مانده قبل از مرگشان مسیح ظهور میکند. و انگامی که حضرت مسیح ظهور کرد، خدمت شما عرض بکنم اون 1/4 باقی مانده یا به مسیح ایمان میآورند و یا اونها هم باید کشته شن. توسط کی؟ توسط جبهه شیطان. توی این تعاریف جبهه شیطان مسلمانان در نظر گرفته شدن. باید مسلمانها اهل جمعه بجنگند با اهل شنبه، یهودیان به نفع اهل یک شنبه. ظاهرا دعوای روزهای هفته است. این فاناتیزمی که اینها به وجود آوردن و این خطر بزرگی که اینها دارن دنیا رو تهدید میکنن. اینا ببینید، آیه جری فالول رسما آمد زمانی که جورج بوش دستور داد تانک های رژیم صهیونیستی اسرائیل از نوار از کرانه باختری رود اردن عقب نشینی بکنن. همون موقع یک نامه الکترونیکی نوشت، یک ایمیل زد به جورج بوش که دست از پا خطا نکن. این نامه با 100,000 نامه دیگه پشتوانی شد و جورج بوش حرفشو پس گرفت، تانک ها هم برنگشتن. مصاحبه جری فالول که چند وقت پیش مرد موجوده، خود غربی ها مستنده ایشون رو کار کردن. یا تفکراتی که خانم آرتور داره در این زمینه که ما داریم یهودی ها رو باید بهشون برسیم، محکمشون کنیم، بهشون جایگاه بدیم، همه یهودی ها باید به اسرائیل برن، هر چقدر هم مردم آمریکا مالیات میدن اصلا مهم نیست، باید اسرائیل تقویت بشه، تا هم میتونه باید آدم اونجا بکشه تا نفرت مسلمان ها رو برانگیزه که مسلمان ها به اینا حمله بکنن. یک مش دیوانه دارن دنیا رو میچرخونن. بذارید خیلی رک و راست بگم، یک مش احمق، یک مش دیوانه دارن با زندگی مردم دنیا بازی میکنن. باید مردم آمریکا مالیات بدن، بیچارگی بکشن، بریزن تو خیابون، بیکار بشن که چی؟ که اسرائیل باید فلسطینی بکشه، اسرائیل باید عرب بکشه. که چرا؟ که عرب ها ناراحت بشن، مسلمان ها ناراحت بشن، به اینها حمله بکنن. برید تحقیق بکنید. من نمیگم، امروز فضای رسانه‌ای بازه، همین الان تو اینترنت سرچ بکنید تفکرات ایونجلیستا رو ببینید. خیلی عجیبه. پیش آمده مواردی که اسرائیلی ها در سرزمین خودشون افرادی رو گرفتن، ایونجلیست امریکایی که برای زیارت به سرزمین مقدس رفته بودن، در اونجا در حال حمله کردن به شهرک نشینای، در حال حمله کردن به فلسطینی ها بودن که فلسطینی ها رو جری بکنن، که فلسطینی ها به اینها، به یهودی ها حمله کنن. وقتی دستگاه امنیتی اسرائیل اینا رو میگیره تعجب میکنه، چند تا امریکایی دارن این کار رو انجام میدن، میگه که ما شما رو رسما اینطور میگن، میگن ما شما رو فرستادیم اینجا که بجنگید، اگر نجنگید یعنی هیچ دلیل موجودی دیگری ندارید و ما خودمون با شما برخورد خواهیم کرد. میبینید اسحاق رابین جریان صلح رو پیش میگیره در خاورمیانه، میاد با یاسر عرفات صلح برقرار میکنه، بلافاصله توسط ایگال امیر و راستگرایان افراطی ترور میشه. پشت سر راستگرایان افراطی همین ایونجلیست های امریکایی هستند. یعنی این طرف ایونجلیست ها، آن طرف صهیونیست های فانتیست های صهیونیست، خدمت شما عرض کنم ارتدوکس های خشک مذهب، این طرف هم در اسلام وهابی ها که هیچ ربطی به جهان اسلام نداره. ما مسلمان ها با این وهابی ها هیچ ارتباطی نداریم. شما آیا تا حالا دیدید که وهابی ها با این که ادعای مسلمانی میکنن یک گلوله علیه اسرائیل شلی کرده باشن؟ یک گلوله، فقط یک گلوله. در حالی که وهابی ها در اردن، در منطقه از زرقا ریشه دارن، ابو مصعب زرقاوی که مدت ها آمریکا دنبالش بود،
مدت ها آمریکا دنبالش بود، میخواست او رو به دست بیاره، مال منطقه متعلق به منطقه از زرقاء. اردن با فلسطین مرز داره، اگر وهابی ها بخوان میتونن حملات گسترده رو علیه اسرائیل ترتیب بدن. اما آیا تا حالا شما دیدید که اینها علیه اسرائیل کاری بکنن؟ حتی یک گلوله، حتی یک حرف؟ نه، اصلا و ابدا اینطور نیست. یک بازیه. ایونجلیست ها میگن مسلمان ها رو بندازیم به جون یهودی ها، یهودی ها میگن مسیحی ها رو بندازیم به جون مسلمان ها، که تو این دعوا، دعوای دیوانگان و احمق ها، اینها بتونن جون سالم به در ببرن. وقتی دارم میگم احمق ها، من یهودیان مؤمن رو نمیگم، من مسیحیان مؤمن رو نمیگم و مسلمانان مؤمن رو نمیگم. عرض کردم ایونجلیست ها، صهیونیست های یهودی و خدمت شما عرض بکنم که وهابی ها سه سر یک جریان هستن، یک مثلثی است که من اسمشو گذاشتم مثلث شیطان، و دنیا رو داره به سمت جنگ پیش میبره. ما جنگ دوست نداریم، هیچ کس جنگ دوست نداره، اما اگر بخواد به تعرض بشه به یک کشوری، شک نکنید که مردم اون کشور تا آخرین قطره خونشون خواهند جنگید و دفاع خواهند کرد از مقدسات خودشون، از تعهدات خودشون، از ناموسشون، از جانشون، از مالشون، از همه چیشون دفاع میکنن. امروز ببینید این تفکرات غلط و شیطانی که قطعاً وحی شیطان بر اینها بوده، میبینید که دنیا رو ریخته به هم. کی چه کسی داره اسلحه میفروشه؟ همینها. کی دارو میفروشه؟ لابی فروش دارو و قاچاق دارو و شرکت‌های چند ملیتی فروش دارو در دستان کیست؟ همینها. چه کسی قاچاق مواد مخدر داره انجام میده؟ همینها. پس مردم عادی همدیگر رو بکشن. 99%ها، شما میدونید 99%ید، اما هیچ وقت نمیدونید اون 1% دیگه کیه. مشکل شما اینجاست، میگید ما 99%ید. نه، اصلا شما 99.9%ید. خوبه؟ به من بگید اون 0.01% کیه. نمیدانید. چرا؟ تا زمانی که ندانید مشکلتون حل نخواهد شد هیچ وقت. اگر شما 100% هم باشید، فقط یک نفر آن طرف باشه، وقتی شما دشمن رو درست نشناسید، روزگارتون همین خواهد بود. باید به مردم دنیا بشناسونیم اون 1% کیه. اگر ما 99%ایم، اون 1% کیه. اونها رو اون موقعی که شناختن، خط و مرز خودشون رو مشخص میکنن. وقتی خط کشی ها مشخص شد، افراد یا این طرف خطن یا اون طرف خطن، اون موقع است که تصمیم گیری ساده میشه. انشالله تو جلسات بعدی این موارد رو باز خواهیم کرد خدمت شما. خدا نگهدارتون باشه.